قاسم سلام. این اکس اکس هم میخواست نظره بیا میوت کن صدای منو میوت. الو چارلی سلام. سلام هست صدایت هست ولی صدای منم از پشت داره میاد. سفر رو میوتش کردم. من تازه اومدم نمیدونم تو شروع کردیم موضوع بحثتون دقیقا چی بود و در مورد عربا بود فکر کنم. آقا این بحث عربا ایرانی هستن یا نیستن اینه دیگه خیلی دیگه قدیمی شده کنم. الان دیگه کسی بخواد بینده بگه که نمیدونم عربا ایرانی نیستن فلان ایرانی نیستن. هر کسی شناسنامه ایرانی داره ایرانیه دیگه، چه فرق میکنه؟ هر کسی پاسپورت ایرانی داره ایرانیه دیگه. حتما باید تو ایران به دنیا آمده باشه، ایران بزرگ شده باشه، یه خود فرهنگ نداشته باشه، خوب پوش بده مثلا اینا، باید حتما باشه تا ایرانی باشیم. نمیدونم والا این بحثای خود قدیمی شده. بعد یه موضوعی بود میخواستم در موردش صحبت کنم. ما یه جماعتی تو ایران داریم خیلی شبیه زامبیا رفتار میکنن، یعنی ویژگی خاصی که زامبیا دارن خود رو رفتم تنفس میزنم. زامبیا به مثال نمی کنن یه با دیگه بگو سرم قدش میگم زامبیا به هر کسی که مثل خودشون نباشه حمله میکنن، یا میخورنش یا اینکه مثل خودشون زامبی میشه طرف. یه جماعتی هم داریم ما تو ایران مثل این زامبیا رفتار میکنن، هر کسی که مثل خودشون نباشه بهش حمله میکنن. ما چند سال پیش یه اتفاقی افتاده بود، یه بازیگر تئاتر و تلویزیون به اسم خانم هانیه توسلی، حالا احتمالاً خیلی میشناسنش، یه گربه‌ای داشت بنده خدا مثل که گربهش مرد، حالا گربهش خیلی دوست داشت، یه استوری براش گذاشته بود توی اینستاگرام که باش مثلا ودا کرده بود مثل بچه‌اش تو مایه های مثلا مامان بخواب تن این چیزایی. بعد ملت ریخته بودن توی پیجش فحش و اینا به خودش و خانواده‌اش که کودکای غزه دارن میمیرن تو نگران گربتی، نمیدونم واسه گربت ناراحتی، فحشای خیلی رکیک که چرا واسه کودکان غزه ناراحت نیستی، چرا واسه گربت ناراحتی. یعنی اون کامنت ها رو باید بخونی. الان من که نمیدونم کجاست پستش، احتمالا برده هم موقع برداشته بودن، قدر ریختن پای پیجش و فحش اینا دادن بهش، رفتارهای عجیب و غریب. یا اون موقعی که مثلا تو جام جهانی قرعه کشی کردن ایران خورد به آرژانتین، یک سال بعدش قرار بود ایران با آرژانتین بازی کنه، ملت ریختن تو پیج مسی بهش فحاشی میکردن. نمیدونم واسه چی خب این فحش دادن واسه چیه. طرف رفته بود تو پیج مسی به زبان آرژانتینی بهش فحش داده بوده، یعنی اینقدر براش مهمه این فحش دادن که رفته یه زبان دیگر رو گشته ببینه کدوم فحش بیشتر مثلا اعصاب طرف رو میریزه به هم، رفته به اون فحش مثلا بهش داده. یه سری حالا چند وقت پیش هم این چند روزه یه اتفاقی افتاد، آقای اصغر فرهادی جایزه برده توی جشنواره کن، جایزه بزرگ برده به خاطر فیلم قهرمان فکر کنم. بعد حالا اونجا باش مصاحبه کردم، بالاخره یه تریبونی داشت میتونه صحبت کنه از مشکلات مردم ایران بگه. حالا هرچی گفت، گفته بود که هدف من مبارزه با جهله، بعضی ها تصمیم میگیرن که با ظلم مبارزه کنن، من میخوام با جهل مبارزه کنم. و گفته بود که به نظر من راه نجات از این وضعیت برای مردم ایران آگاهی بخشیه. حرف خوبی هم زد به نظر من، مشکل نبود، حرفش خوب بود. بعد یه سری ریختن حالا توی فضای مجازی متهمش کردن که این آدم حکومته، چرا؟ چون مشکلات مردم خوزستان رو اونجا مطرح نکرد. خب این میگن نمیدونم رانت حکومتی داره و این آدم جمهوری اسلامی و این از خودشونه و فلان. این اروا از فرهادی رو که بدبخت همیشه اذیت کردن توی جمهوری اسلامی، هزار جور سنگ انداختن جلوی پاش، خودشم گفته من اگه الان بخوام یه فیلمی در مورد اون کسایی که توی خوزستان کشته شدن بسازم نمیتونم، توی این وضعیت ایران نمیتونم بسازم. متهمش کردن که راندخار و فلان، اینا آدم جمهوری اسلامی و این رفتاری زامبی طور دیگه، هر کسی که مثل خودشون رفتار نمیکنه باید حتما آدم جمهوری اسلامی باشه. آقا طرف حالا یه نفر میاد اصلا یه همچین تریبونی داره، میاد اصلا مردم خوزستان هم حمایت میکنه، مشکلشون هم مطرح میکنه، خب اون بالاخره مردمی تره، مردم بیشتر دوستش دارن. بگو. خب ببین، درسته که بعضی از نقدها از ایشون اشتباه بود، ولی خب بعضی از نقدها هم میتونه درست باشه. خب یعنی نقدایی که فوش نبود و نقدایی که ایشونو به ایشون تهمت به جمهوری اسلامی بودن نکردن، خب
بعضی از نقدها این بود که خب شما مثلا بگیم فیلم نمیتونین الان درست بکنین تو این شرایط توی ایران برای مثلا کمک به مردم اینا. خب مثلا دفاع از خودش این بود که من تو این شرایط نمیتونم فیلم درست کنم. خب خب این قبول، خب بگیم مثلا بالاخره توی شرایطی که داری حداقل با فیلمایی که میتونی درست بکنی ممکن داری کار خوب مثبتی میکنی که اگه یه فیلم دیگه درست میکردی این فرصت هم ازت گرفته میشد. خب ولی نقدی که از ایشون شد، اونایی که درست بود نه اونایی که فوش بود و نه اونایی که تهمه بود، نقدی درسته که شد که شما یه فرصت داشتین موقعی که همه دوربینا طرف شما بود، این همه بیننده داشتین، بیاین مثلا همونجوری که مثلا از مردم غزه طرفداری کرده بودین قبلا یا اهل ترامپ مثلا صحبت کرده بودین قبلا، الان خوب بود که مثلا یه چیزی مثلا درباره مردم خوزستان میگفتین، یه نقد مثلا به طور خیلی نقدی باشه که مثلا نقد پیشنهادیه دیگه، بالاخره شما مثلا میگین حیف شد که این کارو نکردی، کاش میکردی همچین کارو. به نظر من این نقد اشکالی نداره، یه همچین نقدی نقد خوبی هم هست. اونا این نقد که خب بالاخره طرف یه تریبون داشته هر چیزی میتونسته بگه، این که بگن اینو باید میگفتی این حرف اشتباهیه، اونا حرف بعدی نزد، گفت مشکل ما نمی راه حل ما اطلاع رسانیه دیگه، این حرف بعدی نزد. حرف بدی نزد ولی یه فرصت از دست داد. درسته یه فرصتی از دست داد، از اون ور مردم هم خب میتونن واکنششون این باشه که فیلماشو کمتر ببینن، مخاطباش کمتر میشه، ولی نمیشه گفت من یه کار اشتباهی کرده. حالا اونی که میاد از مردم حمایت میکنه مردمی تره، طبیعتا اون محبوب تر میشه. این آدم هم بالاخره پی این چیزا رو به تنش مالیده. من بیشتر هدفم روی صحبتم با اونایی که میان بهش یعنی متهمش میکنن که آدم حکومت رانتخاره، فیلم سازه، اینو در حد حاتمی کیا میکننش آدم فیلم سازه مثلا حکومت. رفتار اینجوری ما زیاد داریم. ببین یه چند وقت پیش، چند سال پیش هم یه داستانی بین طرفدارای تتلو رخ داده بود با علی کریمی، نمیدونم در جریان هست یا نه، یه اتفاقی همجوری افتاده بود، من خودش نمیخوام تعریف کنم، که علی کریمی یه جای منشن شده بود، یه تتلو یک بچه رو آورده بود باهاش لایو گذاشته بود که یه استعداد تو فوتبال داشت مثلا، علی کریمی رو زیر منشن کرد، علی کریمی جوابی نداد، بعد تتلو هم نوشت که آقای کریمی یکی از طرفدارات کم شد، بدون اینکه حالا خدایش تتلو هم نگفته بود واکنش نشون بدیم به علی کریمی. طرفداراش ریختن تو پیج علی کریمی فحشای رکیک به خودش و خانواده‌اش که چرا فلان، چرا هم مردمی نیستی و چرا حمایت نمی‌کنی. آقا طرف جاد روزی هزار بار منشنش می‌کنه، علی کریمی آدم معروفیه، بالاخره خیلی جا ممکنه منشنش کنه، ولی اینکه حالا حمایت نکرده دلیل نمیشه که برید فحاشی بکنه اینجوری. اون از فحشایی که به مسی دادن، اون که اصلا داستانش عجیب غریب بود، اصلا بی دلیل، یعنی من اگه جای مسی بودم بعد اون گلی که دقیقه 90 به ایران زد یه واکنشی نشون میدادم، حداقل همین که نرفت سمت مردم ایران، من طرفدار مسی نیستم، ولی خیلی مرد بود که واکنش بدی نشون نداد به اون طرفدار ایران تو اون بازی با ایران، خیلی بهش فحاشی کردم، میگم طرف رفت زبون آرژانتینی رو گشته ببینه کدوم فوش بدتر اونو بنویسه. ما همچین مردمی همچین رفتاری متاسفانه داریم. من یه چیزی بگم، من هیچ چیزی که بگم بعدم برم سراغ رابین و یه نفر به اسم مسلم اینجا اومده، یه نفر آریا هم بعدش اومده. من هیچ چیز کوچیک بگم، ببین این رفتارهایی که میگی، خب البته این آخری رو که گفتی من جزئیاتش نمیدونم، خب ولی این رفتاری رو که من میگی، من امیدوارم که، نمیگم تو گفتی، ولی امیدوارم خیلی ها بدونن که این فقط مخصوص مردم ایران نیست. یعنی من به عنوان یک کسی که الان میتونم شما بگم که هم برنامه‌های فارسی دارم هم برنامه‌های انگلیسی دارم، به شدت این همین رفتار انجام میشه توی بیننده‌های انگلیسی زبان. خب این رفتار اونجا هم خیلی رایجه. خب یعنی این مشکل اونجا دلیلی هست ولی دلیلش اشتباهه. طرف مثلا میگه مسلمونه، میاد به تو فحاشی میکنه، چرا؟ چون به اسلام توهین کردی مثلا، ولی دلیلی نداره ما بخوایم به مسی واسه بود فوش بدیم، ما یه سال بعد قراره با هم بازی کنیم، اینجا دلیل نیست اصلا. من دلیل نمیبینم، اون بگو دلیل اشتباه، من دلیلی نیست که بگیم درست یا غلطه. اون کسی که میاد تو پیج انگلیسی به تو فوش میده دلیل که هر کسی داره، ببین هر کسی بالاخره برای رفت، ببین مشکلی نیست که دلیل هست یا نیست، دلیل هر کسی برای رفتارش دلیل داره، مگر نه اون رفتار انجام نمیشه اگه دلیل نبود. مشکل اینه که دلیل خوب هست یا دلیل. خب آره، پس ببین الان تو میگی خب پس تو فهم کنی مسلمانی که میاد فوش میده به من دلیل منطقی داره؟ برای خودش منطقیه. خب آره. خب هر کسی دلیل خودش میده، من اصلا نمیتونم دلیل کنم برای خودش. فرقی نداره. منظور من اینه که اون کسی که میاد به تو فوش میده دلیلش
مشخصه، درست یا غلط مشخصه. اونی که میره به مسی فوش میده، خب دلیلش حتی مشخص هم نیست. چی میتونه باشه دلیلش؟ برای شما مشخص نیست، برای خودش مشخصه. من دلیل بد داره. خب این مشکل بالاخره هر کسی هر رفتاری میکنه. ببین ما دلیلای دو نوع دلیل داریم. خب یه دلیلایی داریم که برای خودمون واضحه که دلیلمون چیه. خب یه دلیلایی داریم که تو ناخودآگاهمونه، یعنی خودمون از خودمون بپرسیم من چرا این کارو کردم. تو ناخود دسترسی به ناخودآگاه خودمون نداریم، نمیدونیم که دلیلش چی بوده. خب ولی با این حال هر کسی هر کاری که میکنه یه دلیل داره. حالا دلیلش تو قسمت خودآگاه روانش هست یا تو قسمت ناخودآگاهش یه بحث دیگه است. خب حالا این حالا حتی اگه تو قسمت خودآگاهش هم باشه، شما ممکنه اون دلیلش ندونین، ولی اینکه شما دلیلش ندونین، نمیدونین که حالا چون نمیدونی معنیش این نیست که آیا این دلیلش تو قسمت خودآگاه مغزشه یا تو قسمت ناخودآگاه مغزشه. بالاخره یه جای مغزش دلیلی برای این کار وجود داشته، اگه دلیلی وجود نداشته این کارو نمی‌کرد. خب این یه بحثی که حالا خودآگاه ناخودآگاه یه جای یه بحث دیگه که حالا این دلیل منطقی غیر منطقی یه بحث دیگه است. خب ولی از این لحاظ اینا با همش ایرانیا با بقیه مردم جهان فرق نداره. خب اینکه مثلا یه کسی میاد فوش میده بعدو بیرون می‌کنه یه چیزی من خوشش نمیاد میاد فوش میده، این چیز خاصی برای فقط مردم ایران نیست، اینو من همه جا دیدم. البته اینکه همه جا دیدم معنیش نیست که مقدارش مساویه. خب مقدارش میتونم به طور قطعی بگم مساوی نیست، ولی اینکه کجا بیشتره، ما بر اساس تجربه های خودمون روی اینترنت نمیتونیم بیایم قضاوت بکنیم که کجا بیشتره کجا نیست. چون ما هر جا تجربه به یه گروهی بیشتری داشته باشیم، اون تجربه که بیشتر میکنیم فکر میکنیم اون حتما بیشتره. یعنی اگه کسی بخواد بیاد بگه که روش مثلا اینترنت ادکوئت، مردم روش رفتاریشون روی اینترنت تو کدوم کشور کجا چه جوریه، کجا بیشتر مثلا مردم فوش میدن نمیدن، اینا با تجربه شخصی خودمون نمیتونیم نتیجه گیری بکنیم. حتما باید یه کسی بیاد یه آمار یه چیزی بگیره بعد ما بتونیم قضاوت بکنیم. ولی یه مشکلی که ما ببین ما مشکل یه چیزی که خیلی حواسمون باید باشه اینه که ما لازم نیست که حتما فکر کنیم یه چیزی تو ایران بدتره که ارزش درست کردن داشته باشه. خب ما ممکنه یه مشکلاتی مثلا هستی؟ من حرف آخرم میزنم. ببینید یه مشکل اگه تو ایران تو بین مردم ایران یه مشکل هست، خب لازم نیست از بقیه جاها بدتر باشه که ما ارزش درست که ارزش اینو داشته باشه که ما وقت بذاریم درستش کنیم. خب خیلی از موقع خیلی آدم تو ایران میان میگن که ببینید این فلان چیز تو ایران بده، از همه جا هم بدتره. خب بعد ما میگیم نشون میدیم که نه از همه جا بدتر نیست، بعد میگیم پس تو میگی خوبه، ما میگیم نه نگفتیم خوبه ولی از همه جا بدتر نیست. لازم هم نیست که ما بگیم خوبه، لازم هم نیست که بدترین باشیم که مهم باشه که ما اینو درست بکنیم. خب یه سری هست، یه مشکلاتی هست تو جامعه هست باید درست باشه حتی اگه بدترین هم نباشه. قاسم حرف دیگه داری که من بعد برم سراغ رابین؟ نه نظر موافقم، مشکلات بالاخره باید حل بشه، ولی اینکه این جماعت چه جوری میخوان درست بشن، البته درست خیلی جای دنیا هم هست همچین رفتاره، بیشتر بوده تو جهان سومه اینجوری که من میدونم، توی کشورهای متمدنتر خیلی کمتره. حالا امیدوارم به راه راست هدایت بشن دیگه، حالا خدا یه کاری کنه، مگه خدا یه کاری کنه درست بشه، دست ما که کاری بر نمیاد. نه نه را تغییرات فرهنگی بعضی موقع تو تاریخ ما مثال داریم که به سرعت انجام شده. خب یعنی ناامید نباشید، ما دیدیم که تغییرات فرهنگی سریع معمولا با زور انجام میشه. نه نه بعضی موقع ها بوده که یک تغییرات اقتصادی مثلا خیلی رو فرهنگ سرعت زیاد گذاشته، تغییرات رو تکنولوژی باعث شده که فرهنگ خیلی سریع عوض بشه، یه دسترسی شدید به یه سری اطلاعاتی بعضی موقع باعث میشه که فرهنگ خیلی سریع عوض بشه، بعضی موقع به خاطر تغییر حکومت فرهنگ ممکنه خیلی سریع عوض بشه. دلایل مختلف داره، مثالای زیاد داریم، ولی ناامید نباشه. یعنی اینکه مثلا میبینین که تو طول زندگی شما یه چیزی خیلی وقت عوض نشده، ناامید نشین که این معنیش اینه که درست شدنی نیست. ما بعضی موقع یه سری چیزای خیلی سریع بدتر شده، مثلا داریم که بعضی موقع تو طول تاریخ یه چیزی خیلی سریع بهتر شده، برای جفتش مثال هست، برای همین ناامید نباش. نه ما که امیدواریم ان شاء الله به ظهور آقا همه چی درست میشه. من میرم. خدا حافظ.